هفته صبح تهران. خانم آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم، این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. در برنامه امروز صبح از آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان میگوییم، از یک تحول تازه هم برایتان میگوییم در رابطه میان ایران و آمریکا. به نظر میرسد که دو کشور میخواهند در اوج شیوع ویروس کرونا دو زندانی خود را مبادله کنند. دلایل این اقدام را جویا میشویم و از واکنش خانواده علی یونسی، یکی از دو دانشجوی بازداشت شده در ایران، میشنویم به اتهامات قوه قضاییه. سو استفاده میکنن از یک سابقه و گذشته پدر مادر من که در گذشته فعالیت داشتن با سازمان مجاهدین، این مسئله رو تبدیل کردن به یه سوژه. خبرهای مرتبط با افغانستان رو هم به اطلاع شما خواهیم رسون. همه پس از مشروع خبرهای جهان. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. خلاصه خبرها از بی بی سی در لندن. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در قاره آسیا با گسترش این بیماری در سنگاپور، پاکستان و هند از 250,000 نفر فراتر رفته، اگرچه شتاب آن هنوز از آمریکا و اروپا کمتر است. بیش از 3,600,000 نفر در سراسر جهان تا کنون به این بیماری مبتلا شدند. در همین حال تعداد قربانیان این بیماری در بریتانیا رسما از سایر کشورهای اروپایی بیشتر شده. در ایران بنابر آمار رسمی تا کنون بیش از 98,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد جان باختگان هم به 6,277 نفر افزایش یافته. مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی افغانستان هم میگویند که تاکنون 95 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً دولت آمریکا سیروس عسکری دانشگاهی ایرانی را بعد از دریافت مجوز پزشکی آزاد کند. آقای عسکری اخیراً از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده و بنابر این گزارش احتمالاً آزادی او بخشی از یک مبادله زندانی میان دو کشور است. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. این خبر 10 روز بعد از آن منتشر می‌شود که تایید شد تست کرونا آقای عسکری مثبت بوده و تحت مراقبت‌های پزشکی اداری مهاجرت آمریکا قرار دارد. اکنون مقام‌های دو کشور به رویترز گفتند انتظار اخراج او از آمریکا بعد از دریافت مجوزهای پزشکی لازم را دارند. یک سخنگوی پلیس مهاجرت آمریکا گفت که این سازمان منتظر از سرگیری پروازهایی است که اکنون به دلیل اپیدمی ویروس کرونا معلق شده تا امکان بازگرداندن او فراهم شود. خبرها از رادیوی بی بی سی در لندن پی میگیریم. در سوریه بر اثر یک حمله هوایی شبانه دست کم 14 شبه نظامی ایرانی و عراقی کشته شدند. این حمله که دوشنبه شب در نزدیکی شهر میادین در شرق سوریه رخ داده به اسرائیل نسبت داده شده، آنطور که کامبیز فتایی در گزارشش میگوید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حمله در نزدیکی شهر میادین واقع در شرق سوریه رخ داده و احتمالاً توسط اسرائیل انجام شده. مقامات اسرائیلی اما رسما اظهار نظری نکردند، هرچند نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل گفته که اقدامهای کشورش علیه اهداف ایران در سوریه ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او نیروهای ایران خاک سوریه را ترک کنند. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پرتاب ماهواره نظامی اخیر جمهوری اسلامی ایران را یک تهدید امنیتی علیه کشورش خوانده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران 2 هفته پیش اعلام کرد که اولین ماهواره نظامی خود را به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده. آمریکا قصد دارد این اقدام سپاه پاسداران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد. این بود مشروع خبرها از بی بی سی در لندن. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام. اکنون بیشترین آمار درگذشتگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در اروپا را دارد. تا کنون مرگ 29,427 نفر در بریتانیا ثبت شده، رقمی که دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا یک تراژدی عظیم خوانده. این در حالی است که انتظار می‌رود به زودی نخست وزیر این کشور جزئیات بازگشایی مرحله به مرحله در بریتانیا را اعلام کند، همان کاری که در سایر کشورهای اروپایی هم کم و بیش پیش آمده. مهرنوش پورزیایی گزارش می‌دهد. تازه ترین آمار دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که این کشور حالا بیشترین قربانی ویروس کرونا در اروپا را دارد.
روز سه‌شنبه تعداد جانباختگان از ویروس کرونا 2019 در بریتانیا از 29,427 نفر فراتر رفت و وزیر خارجه این کشور آمار تازه را یک تراژدی خواند. پیش از این ایتالیا با 29,315 نفر بیشترین قربانی را در اروپا داشت. با این همه کارشناسان میگویند هنوز برای مقایسه میزان خسارت‌های جانی و مالی کشورهای مختلف از کرونا بسیار زود است. با آمار موجود تنها آمریکا که 5 برابر بریتانیا جمعیت دارد قربانیان بیشتری از این کشور داشته است. آمار تازه در آستانه طرح دولت بریتانیا برای اعلام گام‌های بعدی در مقابله با ویروس کرونا منتشر شده. در حالی که فرانسه از پیدا شدن اولین مبتلا به ویروس کرونا در این کشور در ماه دسامبر خبر داده، سازمان بهداشت جهانی از کشورهای دیگر خواسته به دنبال ردیابی اولین موارد ابتلا به ویروس در مرزهای خود باشند. به گفته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، این اطلاعات به درک بهتر نحوه انتشار ویروس کمک می‌کند و در فهمیدن مسیر اولیه همه‌گیری اهمیت بسیاری دارد. در اسپانیا نخست وزیر این کشور خواستار تمدید 2 هفته وضعیت اضطراری شده و گفته این تنها راه مهار ویروس و مقابله با آن است. با این همه حزب مخالف دولت پیشاپیش اعلام کرده هنگام رأی‌گیری در پارلمان از این طرح حمایت نخواهد کرد. در ایران رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده اولین بخش از کمک 1 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ویروس کرونا به حساب خزانه دولت ریخته شده. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح نداده که مبلغ این بخش از کمک به دولت چقدر است و تنها گفته قرار است امروز چهارشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت ایران برای تعیین اولویت‌های تخصیص بودجه در این زمینه در جلسه سازمان برنامه و بودجه شرکت کند. در همین حال سازمان ثبت احوال در ایران اعلام کرده اجازه ندارد آمار مرگ و میر زمستان سال 98 را در این کشور اعلام کند. مقایسه آمار مرگ و میر فصلی در هر کشور با سالهای گذشته میتواند تعداد واقعی تلفات از کرونا را در آن مشخص کند. سیف الله ابو ترابی رئیس سازمان ثبت احوال در ایران به خبرگزاری ایلنا گفته این آمار به طور معمول باید تا پایان فروردین یا اردیبهشت اعلام شود. اما ستاد ملی مقابله با کرونا به این سازمان گفته اجازه انتشار این آمار را ندارد. و روسیه برای سومین روز پیاپی بیش از 10,000 مبتلای تازه به ویروس کرونا در یک روز داشته. در مجموع بیش از 155,000 نفر در این کشور به ویروس کرونا 2019 مبتلا شدند و بر اساس آمار مرکز مقابله با بحران این کشور تعداد قربانیان روسیه در این زمینه بیش از 1,450 نفر بوده است. مهنوش پوزیایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دموکرات‌ها را متهم کرده که در پی شکست تلاش‌های او برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا هستند. آقای ترامپ که روز سه‌شنبه در آستانه سفر به آریزونا برای بازدید از یک کارخانه تولیدکننده ماسک‌های بهداشتی با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفته می‌خواهند شکست بخوریم تا آنها در انتخابات پیروز شوند، که البته پیروز هم نخواهند شد. صحبت های آقای ترامپ بود. اجازه بدید که با همکارم بهمن کلواسی صحبت بکنیم که از نیویورک با ماست. بهمن، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا همچنان در حال افزایشه. اینجا در نیویورک و ایالت همجوار نیوجرسی البته تعداد کسانی که مبتلا شدند نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده، ولی در کل کشور متاسفانه اینطور نیست و در بقیه ایالت‌ها، مخصوصاً ایالت‌هایی که به اندازه نیویورک و نیوجرسی و کالیفرنیا رعایت نکردن فاصله گیری اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی رو و در خانه ماندن رو، رو به افزایش هست. برای همین کل کشور شاهد یک افزایشی هست. همین یک ساعت پیش مرکز پزشکی اصلی که بهش میگن مرکز کنترل بیماری‌ها اعلام کرد که ما در مرحله افزایش هستیم. همچنان تعداد مبتلایان به مرز 1,200,000 نفر رسیده و کسانی که جان خودشون از دست دادن هم از 71,000 نفر فراتر رفته. در این شرایط هست که در واقع شاهد نتایج متفاوت در ایالت‌ها هستیم، بسته به اینکه چقدر رعایت کردند اون فاصله گذاشتن و اون در خانه موندن رو. و البته مدل‌هایی هم منتشر شده که البته هیچ کدومش قطعی نیست، ولی نشان بعضیاش نشان از این دارد که ممکن است تعداد کسانی که جانشون در نهایت از این بحران در آمریکا انجام بدن از 100,000 نفر هم در آمریکا فراتر بره. به همین جهت فعلا سوال اساسی این است که چگونه می شود در هفته و ماه‌های آینده، در عینی که بعضی ایالت‌ها همچنان اصرار دارن که
در کسب و کارها رو باز کنن، جلوی رشد تعداد مبتلایان و درگذشتگان رو گرفت. در مورد بازگشایی ها صحبت کردی، یکم بیشتر برامون توضیح بده. به هر حال اصرار وجود داره به ویژه در برخی از ایالت ها و همینطور از طرف دولت در واشنگتن که کسب و کارها بازگشایی بشه. آقای ترامپ ازش سوال کردن، گفت بله ممکن است که بعضی جانشون رو دست بدن یا آسیب ببینن یا بیمار بشن تعداد بیشتری در ماه ها و هفته های آینده، به خاطر اینکه ما داریم درهای اقتصاد رو در بعضی ایالت ها باز میکنیم، ولی نمیشود تا ابد هم در خانه ماند، تا 5 سال دیگه نمیتونیم کشور رو ببندیم. اختلافی است که او با پزشک ارشد ستاد کرونا، مبارزه با کرونا هم داره، آقای دکتر فاوچی، سر این مسئله. و اینکه حتی مطرح شد که قرار است که این ستاد به کلی بساطش تا آپایان ماه جاری میلادی که امروز در روز ششمش هستیم بسته بشه، جمع بشه، و این هم با واکنش‌های گسترده مواجه شده که آقای ترامپ به قول فرماندار ایالت نیویورک یک ساعت پیش گفت که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد بگوید که خب دیگه ماجرا پایان پیدا کرده. اعلام پایان پیدا کردن البته از دید فرماندار نیویورک مساوی با این نیست که به قول او ویروس گوش نداره، به این حرفان گوش نمیده و کار خودش رو خواهد کرد. به همین جهت این کشمکش شدیدی که وجود داره بین از یک طرف آقای ترامپ که میخواهد اقتصاد به حالت عادی بازگرده هرچه سریعتر، و مقام های بهداشتی و پزشکی و همچنین فرمانداران مخصوصا ایالت های دموکرات که میگویند که زود است و ممکنه باعث افزایش مرگ و میر بشه، و آقای ترامپ هم به نظر میاد که این رو رد نمیکنه، میگه خب به هر حال این هزینه است که باید بپردازیم. حتی امروز صحبت از این کرد که مردم آمریکا جنگجویانی هستن، جنگنده های دلاورانی هستن که باید در این صحنه حضور داشته باشن، که خیلی از منتقدینش تعبیر به این کردن که او میگوید مردم باید سلامت خودشون رو به خطر بیندازن برای اینکه درهای اقتصاد باز بشه. سپاسگزارم بهمن کلباسی که از نیویورک با ما صحبت میکرد. همونطور که در گزارش مهرنوش پورزیایی هم شنیدید، یک پزشک اورژانس در فرانسه به این نتیجه رسیده که شیوع ویروس کرونا در این کشور یک ماه زودتر از آنچه تصور میشد شروع شده. پیش از این گفته میشد نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در فرانسه در 24 ژانویه اوایل بهمن ماه شناسایی شده. حالا این پزشک فرانسوی با بررسی مجدد نمونه‌های آزمایشی چند بیمار مشکوک به زاتوریه به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین نمونه آزمایشگاهی تایید شده از این بیماری مربوط به اوایل دی ماه است. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. یک پزشک فرانسوی می‌گوید در 27 دسامبر 2019 ششم دی سال گذشته در نزدیکی پاریس بیماری بستری بود که گمان می‌رفت به زاتوریه مبتلا شده، اما او در واقع به ویروس کرونا جدید آلوده بوده. دکتر ایف کوهن میگوید نمونه گرفته شده از این بیمار به تازگی مجدداً آزمایش شده و نتیجه تست ویروس کرونا او مثبت بوده. این خبر به این معنی است که احتمالاً ویروس کرونا یک ماه زودتر از زمانی که تصور میشد به فرانسه رسیده. ایف کوهن که مسئول بخش اورژانس بیمارستانی در نزدیکی پاریس است میگوید اخیراً پرونده بعضی از بیماران که علائمی شبیه به آنفولانزا داشتند و در ماه‌های دسامبر و ژانویه گذشته بستری شده بودند مجدداً بررسی شده. در این بررسی نمونه‌هایی از 14 بیمار آزمایش شده و از میان آنها آزمایش ویروس کرونا یک نفر مثبت بوده. این پزشک فرانسوی میگوید برای اطمینان از نمونه آزمایشگاهی این فرد 2 بار تست صورت گرفته و هر بار نتیجه آزمایش مثبت بوده. این بیمار مردی حدوداً 50 سال است که در حال حاضر به طور کامل بهبود یافته. او میگوید اصلاً تصوری ندارد که ممکن است کجا به این ویروس آلوده شده باشد، چون در هیچ منطقه آلوده ای تردد نداشته. تا پیش از این در فرانسه 3 بیمار که ابتلای آنها به ویروس کرونا در 24 ژانویه 2020 تشخیص داده شده بود نخستین موارد ابتلا معرفی می شدند. از این 3 نفر 2 نفرشان به شهر ووهان در چین سفر کرده بودند و نفر 3 هم از خیشاوندان نزدیک آنها بود. کشور فرانسه در حال حاضر با 25500 قربانی پس از آمریکا
بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا از نظر تعداد کشته شدگان همگیری ویروس کرونا در رده پنجم قرار دارد. تا کنون بیشتر از 170 هزار فرد مبتلا به بیماری کووید 19 در فرانسه شناسایی شده اند. همکارم خشایار جنیدی گزارش میداد وزارت بهداشت افغانستان از شناسایی 330 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داده که بیشترین تعداد از آغاز شیوع این بیماری در آن کشور است. بنابر آمار دولتی تا کنون 95 نفر در افغانستان بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. نوید محمدی گزارش میداد. از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیشترین ابتلا به این ویروس در یک شبانه روز گذشته ثبت گردید. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 931 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کرده که از این میان 330 مورد جدید را مبتلا ثبت کرده است. وحید مجروم معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت میگوید آمار مبتلایان با گذشته هر روز افزایش می‌یابد. در میان 330 واقعه زیادترین واقعات ما در ولایت هرات داریم. 59 واقعه مثبت در هرات داریم، 45 واقعه در کابل هست، 41 واقعه در کندهار، 38 واقعه در بلخ، 26 واقعه در پکتیا. در 24 ساعت گذشته 24 واقعه شفایابی داریم، 5 واقعه فوتی داشتیم. مجموعاً با ارقام جدیدی که خدمت شما شریک شد در افغانستان ما 3224 واقعه مثبت در ولایت مختلف داریم. بر اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 5 بیمار کووید 19، 2 نفر در ولایت لوگر و در ولایت های ننگرهار، لغمان و بغلان 1-1 بیمار جان باختند. شمار جان باختگان به 95 نفر و بهبود یافتگان به 421 نفر افزایش یافته است. حکومت میگوید تصمیم دارد که در 34 ولایت کشور مکانهای ویژه‌ای برای مراقبت از بیماران کووید 19 آماده کند. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا، وزارت صحت شفاخانه 200 بستر محمد علی جناح در غرب کابل را برای مراقبت از بیماران کووید 19 اختصاص داده و افتتاح کرد. پیش از این شفاخانه های استقلال، افغان ژاپن و قصر دارلمان برای تجرید و مراقبت از مبتلایان به ویروس کرونا اختصاص داده شده بود. مسئولان وزارت صحت گفتند در هفته های آینده 18 هزار بستر آماده می شود. مقام های صحی بر این باورند که آمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر از این باشد و افراد زیادی حامل ویروس باشند اما علائم از خود نشان ندهند. از این رو رعایت توصیه های صحی از جمله شستشوی مرتب دست ها و فاصله گیری اجتماعی تاکید شده است. نوید محمدی گزارش میداد. اجازه بدید که از خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا عبور بکنیم. سراغ خبری بریم که ساعتی پیش هنگامی که شما خواب بودید منتشر شد در رابطه با رابطه پرتلاطم ایران و ایالات متحده آمریکا. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی گزارش داده که انتظار می‌رود دولت ایالات متحده آمریکا سیروس عسکری دانشگاهی ایرانی که از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده را بعد از دریافت مجوز پزشکی آزاد کند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که آزادی او ممکن است بخشی از یک مبادله زندانی میان دو کشور باشد، چون منابع مطلع در ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی هم آماده مشارکت در یک مبادله است. آقای عسکری چند هفته پیش در مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین گفته بود که بازداشتگاهش آلوده و پر ازدحام است و مقام ها اقدام چندانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام نمیدهند. کامبیز فتاحی همکار ما از پایتخت آمریکا واشنگتن با ماست. کامبیز، از ماجرای آزادی احتمالی چه جزئیاتی منتشر شده؟ خب دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفته که از در واقع در تماس هستند با اداره مهاجرت اینجا و فراموش نکنیم آقای عسکری در بازداشت و در زندان پلیس اداره مهاجرت هست. اون چیزی که این مقامات به در واقع به خبرگزاری رویترز گفتن این است که اینها منتظر دریافت مجوز پزشکی هستند که و همینطور از سرگیری پروازها که گفته میشه که بعد از اون این شهروند ایران رو آزاد کنن. صحبت از البته یک مبادله زندانی هست یا زندانی هست، این رو البته ما با وزارت خارجه آمریکا تماس گرفتیم، هیچ گونه اظهار نظری نکردند، ما رو ارجاع دادن به اداره مهاجرت. به هر حال اگر
مسئله تبادل زندانی باشه، به احتمال بسیار زیاد شرط و شروطش بیش از دریافت یک مجوز پزشکی به خاطر مسئله کرونا است. ولی به هر حال سه مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز که البته این افراد ناشناس هستند دارن میگن که صحبت از یک تبادل زندانی داره میشه بین دو طرف. البته مقامات، نه مقامات ایران در تهران و همینطور مقامات در واشنگتن رسما در این مورد صحبتی نکردن. مسئله حساسی است. معمولا اگر مسئله تبادل زندانی همزمان قراره که انجام بشه، معمولا بعد از انجام این تبادل هست که خبر معمولا در رسانه ها گفته میشه. کامیز، آمریکا هم در ایران زندانی داره، چه ایرانی آمریکایی و چه آمریکایی زادی آمریکا، که همشون هم یا اغلبشون هم با قطاری از اتهامات امنیتی در ایران مواجه هستند. چی میدونیم در مورد این زندانی ها و اینکه کدامشان ممکن است در این مبادله تبادل بشن؟ خب چندین اسم هستن. شاید میشه گفت کاندیدای اصلی میتونه احتمال داره مایکل وایت باشه که یکی از در واقع سرباز بازنشسته، عضو سابق نیروی دریایی که برای ظاهراً با دیدار با دوست دخترش به مشهد میره، بازداشت میشه. مدت‌ها کسی از او خبر نداشت که بعد از، خاطرتون باشه، خبر بازداشت و حبس او بعد از ماها منتشر شد. در سال 2018 میلادی بازداشت شد و به هر حال او رو ایران در ماه مارس چندین هفته پیش بعد از شروع کرونا به سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران هست تحویل دادن. اگر قرار است تبادل زندانی انجام بشه، شاید میشه گفت کاندیدای اصلی شاید او باشه. البته فراموش نکنیم سیامک افرادی مانند سیامک نمازی هم از شهروندان دو تابعیتی‌هایی هستند که شهروند آمریکا هستند، در ایران در بازداشت بودند در و آمریکا خانه باز در واقع آزادی اونها هست. حدود 6 ماه پیش که آخرین تبادل زندانی بین ایران و آمریکا انجام شد و یک چینی آمریکایی در برابر مسعود سلیمانی که متهم به نقض تحریم ها بود آزاد شد، اون موقع ایران گفته بود که خواهان تبادل زندانی فراگیر هست، اما در این 6 ماه شاهدش نبودیم. شاید آقای عسکری مورد دوم باشه در 6 ماه آینده، در این 6 ماه اخیر، ولی البته به شرط اینکه این انجام بشه. این رو هم باید اضافه بکنم که این شهروند ایران در آمریکا از تمام اتهامات علیه او تبرئه شد. در سال 2017 تا 2019 میلادی محاکمه او در جریان بود. در نهایت دادگاه پرونده رو در واقع مختومه اعلام کرد و FBI پلیس آمریکا باخت این پرونده رو. از اون به بعد از تا به حال در به خاطر در واقع مسئله روادید در بازداشت اداره مهاجرت و پلیس مهاجرت بوده و قوه قضاییه در واقع نهادهای قضایی اینجا نتونستن برای او کاری بکنن، چرا که شهروند آمریکا نیست، حق و حقوقی نداره. به هر حال اگر آزاد بشه به خاطر مسئله کووید 19 و ویروس کرونا و تبادل زندانی بشه، شاید در این فضای پرتنش بین ایران و آمریکا این مسئله شاید خبر خوشی باشه برای دو طرف. کامیز فتایی، خبرنگار ما در واشنگتن، سپاسگزارم. اجازه بدید که از شما شنوندگان این برنامه هم دعوت بکنم تا شرکت بکنید در این بحث و اظهار نظر بفرمایید در مورد خبری که همین حالا شنیدید. چه فکر میکنید در مورد این تبادل تازه زندانی میان تهران و واشنگتن، دو دولت و کشوری که سال هاست در خصومت هستند با یکدیگر؟ همینطور میتونید در مورد خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا هم اظهار نظر بکنید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. BBC شما شناسه ماست در تلگرام. پیام های شما رو در ادامه همین برنامه خواهم خوند. بریم سراغ روزنامه های چاپ تهران، بخش اولشون رو بشنویم با فرشته قاضی. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع می کنیم با سردرگمی در وضعیت سفید و قرمز از آرمان ملی، پیشنهاد ورود قوه قضاییه به پرونده کرونا
از جهان صنعت و به نفع مردم توافق کنید از اعتماد. شروع کنیم از این وضعیت سفید و قرمز که به مناطقی در ایران میگن و همینطور در واقع یه جور توصیف وضعیت شروع کرونا هست در ایران، که آرمان ملی صحبت کرده از سردرگمی در این وضعیت. امیر محمود حریریچی در این روزنامه نوشته که امروز در میان تناقض‌گویی برخی از مسئولین، مردم در شهر و محل زندگیشون نمیدونن شرایط عادیه یا قرمز. یکی از مسئولین اعلام میکنه 132 شهرستان در وضعیت سفید قرار دارن. چند ساعت بعد یه مسئول دیگه میگه که 15 استان در آستانه وضعیت قرمز و موج دوم کرونا هستن. به اعتقاد نویسنده این تناقض‌گویی ها موجب بی‌اعتمادی میشه و آقای حریریچی ادامه داده که در همین 45 روز گذشته چند دستورالعمل برای مردم در نظر گرفته شد، از رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بعد فاصله گذاری هوشمند، حالا وضعیت سپید و قرمز. کاش یک نفر در بدنه دولت یا وزارت بهداشت برای میلیون ها نفر به طور شفاف اعلام کنه وضعیت شهرهای ما به چه صورتیه. بریم سراغ روزنامه جهان صنعت که پیشنهاد کرده قوه قضاییه به پرونده کرونا وارد شه. محمد رضا محبوب‌فر هم در همین زمینه در واقع تقسیم بندی مناطق به رنگ‌های سفید، زرد و قرمز به شدت انتقاد کرده. معتقد هستش که انتشار نقشه نرخ پیشرفت و پراکندگی جغرافیایی ویروس کرونا و تقسیم بندی مناطق کشور به سفید، زرد و قرمز از سوی رئیس جمهور بازی با کلمات و چنین اقدامی سیاست جاری کشور در مقابله و کنترل بیماری رو بیشتر نمایان میکنه. در حالی که کارشناسان و متخصصان پزشکی و بهداشتی به نوشته آقای محبوب‌فر در درون و بیرون دولت معتقد به خوشخیالی رئیس جمهور در خصوص نحوه رفتار ویروس کرونا هستند، همزمان باید گفت هر گونه سخنان غیر مسئولانه از سوی هر یک از مقامات کشور در خصوص ساده انگاری بیماری کرونا و دعوت مردم به سرگیری فعالیت های عادی روزانه به فاجعه‌ای در آینده خواهد شد که تنها دخالت نظامی اوضاع ایران رو تحت کنترل در خواهد آورد. و بریم سراغ روزنامه اعتماد که توصیه کرده به نفع مردم توافق کنید. ماجرا چیه؟ فاطمه ذوالقرن در این روزنامه به اختلافات بین صدا و سیما و وزارت ارتباطات درباره فرکانس‌های 700 و 800 که در دست صدا و سیما مونده اشاره کرده. نوشته جمعیت میلیونی دانش آموزان در سراسر کشور باید برای اتصال به بدنه رسمی آموزش به اپلیکیشن شاد دسترسی داشته باشند. این در حالی که حتی در تهران هم بسیاری از سرعت پایین اینترنت گله دارن و والدین میگن که فرزندانشون پای کندی ها و سختی های استفاده از ابزار آنلاین خسته میشن. حالا در چنین شرایطی باید بستر اینترنت رو برای مردم فراهم کرد، اما میبینیم که همچنان مشکل فرکانس های 700 و 800 که در دست صدا و سیما مونده و وزارت ارتباطات خواستار آزادسازی اوناست ادامه داره. خانم ذوالقدر خواستار این شده که نهادها و اشخاص دیگه و حتی کمیسیون فرهنگ مجلس وارد قضیه بشن، حداقل به خاطر اینکه مردم بتونن راحت از اینترنت استفاده بکنن. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجایی که هستید خوب باشید. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی بندازم به سرخط چند خبر. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در قاره آسیا با گسترش این بیماری در سنگاپور، پاکستان و هند از 250 هزار نفر فراتر رفته، اگرچه شتاب آن هنوز از آمریکا و اروپا کمتر است. بیش از 3,600,000 نفر در سراسر جهان تاکنون به این بیماری مبتلا هستند. در ایران بنابر آمار دولتی تاکنون بیش از 98,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد جان باختگان هم به بیش از 6,000 نفر رسیده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً دولت آمریکا سیروس عسکری دانشگاهی ایرانی رو بعد از دریافت مجوز پزشکی آغازات میکنه. آقای عسکری اخیراً از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده و بنابر این گزارش احتمالاً آزادی او بخشی از یک مبادله زندانی میانه دو کشور خواهد بود. و در این 17 روز از اردیبهشت ما بشنوید که دمای هوای لندن با اینکه آسمان آبی و آفتابی است اما حالا 6 درجه است بالای صفر، در تهران اما دمای هوا 22 درجه است، تبریز 14، مشهد 18، رشت 19، کرمان 16، عراق 14، اصفهان 17، بندر عباس 26، در کابل دمای هوا 14 درجه است، مزار شریف 20، هرات 19 درجه و دوشنبه پایتخت تاجیکستان دمای هوا 16 درجه سانتیگراد است. در ادامه برنامه خبرها رو پی میگیریم و مروری هم میکنیم بر جدول پرفروشترین ترانه‌های پاپ بریتانیا.
این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود. به نیمه دوم چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که در ادامه روند رهایی زندانی‌های طالبان در تازه‌ترین مورد بیش از 100 زندانی دیگر طالبان را رها کرده. گروه طالبان از این اقدام استقبال کرده و گفته که تسریع در آزادی زندانی‌ها مسیر را برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی هموار می‌سازد. اجازه بدید که با علی حسینی صحبت بکنیم، خبرنگار ما که از کابل با ماست. علی، به نظر می‌رسد با وجود ادامه خشونت‌ها دولت بر اساس مکانیزمی که اعلام کرده رهایی زندانیان طالب را ادامه میده. درسته، هر دو طرف به این کار ادامه دادن. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که با این صد بیش از 100 نفری که در دور تازه آزاد شدن، حالا 850 نفر از زندانی‌های طالب آزاد شده، یعنی بیش از نصف 1500 نفری که بر اساس مکانیزم دولت افغانستان قرار است قبل از آغاز مذاکرات بین گروه طالبان و دولت افغانستان، مذاکرات بین الافغانی آزاد شوند. و به همین خاطر گفته که از طرف گروه طالبان هم خواسته که نیروهای امنیتی افغان آزاد کنند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. به نظر میرسه این حرف دولت افغانستان و طالبان هم شنیدن، مثلا به خاطر اینکه شب گذشته ناوقتش گروه طالبان اعلام کرد که در ادامه روند آزادی زندانیان نیروهای امنیتی 20 نفر دیگر آزاد کردند. حالا میشه گفت که بیش از 120 نفر از نیروهای امنیتی افغان هم آزاد شدند. علی، آیا اونطور که طالبان گفته رهایی زندانی های دو طرف قدمی به سمت صلح، در حالی که به هر حال ما این سو آن سو میشنویم که حملات در برخی نقاط افزایش پیدا کرده؟ درسته. ببینید، دولت افغانستان میگه که ما زندانی ها 1500 زندانی رو بر اساس مکانیزم خود دولت افغانستان آزاد میکنیم، نه بر اساس اون توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان امضا شده. بر اساس این توافقنامه خیلی وقت پیش، یعنی حدود 1-2 ماه قبل، باید 5000 زندانی گروه طالبان آزاد میشد که آزاد نشد. دولت میگه 1500 نفر آزاد میکنه، بقیه زندانی های گروه طالبان رو بعد از آغاز مذاکرات بین افغانی آغاز میکنه. این از طرف دولت افغانستان. گروه طالبان اما این بخش آزاد کردن نیروهای خودشان را مخالفت میکنن و میگن که باید این 5000 نفر یک جای آزاد میشد. به هر حال تا اینجای کار هر دو طرف به قدری راضی به نظر میرسه. اما ببینیم که بعد از 1500 زندانی طالب که آزاد شد، گفتگوهای بین افغانی آغاز میشه یا نه. اگر بشه میشه گفت که اقدام و قدمی به طرف صلح است. در غیر این صورت میشه گفت هنوز مشکلات بین دو طرف ادامه دارد. سپاسگزارم علی حسینی که صحبت میکرد با ما از کابل. بهاری، اگر شنونده این برنامه هستید، نمیدونم متوجه صدای پرنده ها پشت زمینه صحبت علی شدید یا نه، آدم رو یاد بهار مینداخت. عرض کنم که برگردیم به خبرهای مرتبط با ایران. خانواده علی یونسی، یکی از دو دانشجویی که به تازگی در ایران بازداشت شده، اتهامات سخنگوی قوه قضایی علیه برادرش را مسخره خوانده و قوه قضایی ایران را به داستان سازی و کتمان حقایق متهم کرده. مقامهای قضایی ایران درباره دو دانشجوی بازداشت شده میگویند که این افراد به گروه های ضد انقلاب به گفته مقامهای قضایی ایران وصل شدند و با مجاهدین خلق ارتباط داشتند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، به نام بازداشتی ها اشاره نکرده، اما در روزهای گذشته بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، واکنش گسترده ای داشته. علی یونسی دانشجوی 20 ساله دانشگاه صنعتی شریف است که 2 سال پیش مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را برای تیم ایران کسب کرده بود. رضا یونسی، برادر علی یونسی، درباره اتهامات برادرش به بی بی سی چنین گفته: حتما اینه که اینا دارن سوء استفاده میکنن از یک سابقه و گذشته پدر مادر من که در گذشته فعالیت داشتن با سازمان مجاهدین و سال هاست که در ایران زندگی میکنن و فعالیتی ندارن و اینا این مسئله رو تبدیل کردن به یه سوژه. پیشتر هم قبل از این هم این کار رو کرده بودن. حدود 10-11 سال پیش وقتی که داستان خبرنامه امیرکبیر که سایت بود برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، مشابه همین اتهامات زدن. اون موقع گفتن که پدر مادر من از سازمان مجاهدین پول میارن و همین اتهامات بی ربط گفتن. 4 روزم پدر مادر منو گرفتن و بعد معلوم شد همه علکی و آزادشون کردن. و همون قاضی که دنبال این داستان سرایی بود، آقای حیدری فر، بعدا معلوم شد که خود ایشون چقدر تخلفات میکرده تو همون پروژه جعل نشریات دانشگاه امیرکبیر، چه فشارهای غیرقانونی به بچه‌ها آورد، چه کارهایی کردن با دو تا دانشجوی امیرکبیر که اعتراف کنن که اینها با سازمان مجاهدین در ارتباط بودن، در حالی کاملا دروغ بودش. و بعد خودمون آقای حیدری فر به دلایل تخلفات مختلفی محکوم شد و زندانی شدش.
الان تصور ما همینه که اینها اگر کوچکترین خلافی از برادر من داشتن تا الان میگفتن، هیچ نکته و خلافی نداشتن از برادر من. همون شب اولا برادر من گفت هیچ جرمی من مرتکب نشدم، خود مامورام همین رو تایید کردن، ولی الان بعد 3 هفته دارن یک داستانی میسازن با توجه به سابقه خانواده من. گفتگو میکنم با رضا یونسی، برادر علی یونسی. اما اجازه بدید بشنویم سایر خبرهای ایران رو در ایران در یک نگاه. حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، کشته شدن عده‌ای از شهروندان این کشور در مرز با ایران را جنایتی نابخشودنی خوانده. پیشتر وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده بود که تهران و کابل بر سر تشکیل یک هیئت مشترک تحقیق توافق کردند تا گزارش‌های مبنی بر کشته شدن شهروندان افغان در منطقه مرزی دو کشور را بررسی کنند. هفته پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه مرزبانان ایران حدود 50 شهروند افغانستان را که قاچاقی وارد خاک ایران شده بودند بازداشت و شکنجه کردند و سپس آنها را به رودخانه انداختند. پخش تصاویر اجسادی که از رودخانه گرفته شده بود واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. و علی مطهری، نماینده مجلس ایران، گفته وزیر کشور مسئول وقایع خونین آبان سال گذشته است و رئیس مجلس مانع استیضاح او شده. به گفته آقای مطهری، انتخابات مجلس در اسفند پارسال و بعد از آن شیوع ویروس کرونا از دلایل جلوگیری علی لاریجانی از استیضاح وزیر کشور بوده. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، در تظاهرات آبان ماه که بعد از اعلام افزایش قیمت سوخت آغاز شد، دست کم 304 نفر از معترضان کشته شدند. به برنامه فارسی بی بی سی گوش میکنید که از لندن پخش می‌شود. برگردیم سراغ مرور مطبوعات با فرشته قاضی. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با اقدامات اخیر مجلس. خوب است حتی اگر از آفتابی یزد، چرا ایلام نادیده گرفته میشود از همدلی، و در نهایت هم چرا وزارت اطلاعات باید به فوتبال ورود کند از شرق. شروع بکنیم از روزنامه آفتابی یزد و این عنوان: اقدامات اخیر مجلس خوب است حتی اگر. ماجرا چیه؟ علی تاجنیا در این روزنامه به اصلاح قانون انتخابات و همچنین تهیه طرحی برای اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس اشاره کرده که همین طی روزهای اخیر اتفاق افتاده و نوشته که هم اصلاح طلبان و هم بخش قابل توجهی از اصولگرایان با این موارد موافق بودند و این در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده. اما از ابتدای انقلاب تا کنون هر بار فقط جریانی که در معرض حذف از قدرت و رد صلاحیت بوده و مشکلات رو متذکر می شده مشکل داشته. اونایی که در حاشیه امر بودن به عمق مشکل توجه نداشتن. حالا به جایی رسیدیم که حتی اصولگرایان سنتی که همیشه در حاشیه امر بودن هم متوجه شدن که مسئول از حذفیات و رد صلاحیت ها نیستن و از سوی برخی قوانین هم نیاز به اصلاح دارن. به اعتقاد نویسنده مشارکت پایین مردم در انتخابات امسال مزید بر علت شده تا اصولگرایان این نگرانی رو بیشتر حس کنند. بریم سراغ روزنامه همدلی که سوال کرده چرا ایلام نادیده گرفته می شود؟ آسو محمدی در این روزنامه به دومین خودکشی در استان ایلام طی 10 روز گذشته بر اثر فقر مالی اشاره کرده. چند روز قبل یک دختر بچه 12 ساله بود، حالا یک جوان 23 ساله که در ایلام خودکشی کردن. آقای محمدی نوشته که فقر و فلاکت رکورد خودکشی ایران و رکورد خودسوزی جهان رو به کم جمعیت ترین استان ایران یعنی ایلام اختصاص داده. ویروسی به ماسک و محلول ضد عفونی و قرنطینه هم لگد میزنه و این وسط کسی هم به فکر نیست. هیچ کارگروه ستاد بحران و مرکز اطلاع رسانی برای مقابله با خودکشی در ایلام تشکیل نمیشه و راهکارهای موقت هم از درمان قطعی عاجزن. آقای محمدی اشاره کرده به اینکه استان ایلام دومین استان نفخیز کشوره و پرسیده که چرا نماینده های این استان تا کنون نطق مهمی در این زمینه نداشتند و پیشنهاد کرده که تسهیلگری بشه در مناطق محروم استان و به نوعی توجه بشه با اعتباراتی که تخصیص داده خواهد شد برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی. و بریم سراغ ماجرای دلالان بازیکنان فوتبال و این عنوان از روزنامه شرق: چرا وزارت اطلاعات باید به فوتبال ورود کند؟
روزنامه شرق خواستار ورود وزارت اطلاعات به فوتبال شده در ایران و معتقده که موضوع ورود وزارت اطلاعات به فوتبال همانقدر سوژه جذابیه که معمولاً از طرف افرادی که ریگی به کفش ندارن مورد استقبال قرار میگیره. اگرچه الان مسعود سلطانی فر وزیر ورزش چنین تقاضایی داشته، اما باید گفت حالا که او به این نتیجه رسیده برای اصلاح برخی امور در فوتبال بهتره پای وزارت اطلاعات به میان بیاد تا جلوی دلال‌ها رو بگیره. بعد نیست یکی دو بنده دیگه هم به درخواستش اضافه کنه، از وزارت اطلاعات بخواد به مدیریت ورزش و فوتبال ورود کنه، مباحث مربوط به اسپانسرینگ در باشگاه‌ها رو زیر ذره‌بین قرار بده و شیوه بستن قرارداد با مربیان خارجی و دست آخر اگه راغب بودن به شایعاتی مبنی بر استفاده از رانت و نفوذ فرزندان مدیران در ورزش و البته فوتبال. سلام ویژه من به همه شما شنوندگان این برنامه از طریق موج متوسط و موج کوتاه رادیویی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. ممنونم که روزتون رو با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی فارسی آغاز کردید. بریم سراغ پیام‌هایی که شما برای ما فرستادید که شمارشون هم زیاد هست. چند تاش رو انتخاب کردم. علیرضا نوشته آمار کووید 19 بیانگران است که ایتالیا قریب به 29,000 نفر تلفات داشته. نکته این که آمارهای ایتالیا در مورد کرونا به یقین نزدیکتر از هر جای دیگه در جهان بوده. عرض کنم که شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته وسط این موش و گربه بازی های ایران و آمریکا فقط مردم فلک زده ایران هستند که بیچاره شدند و الان دیگه پراید باید به قیمت 90 میلیون تومان بخرن. اشاره به افزایش قیمت اتومبیل در ایران که خبر هم بوده. سجاد نوشته به نظرم چنانچه قرار است با برنامه تبادل زندانی ایران و آمریکا به سمت کاهش تنش پیش بروند، آمریکا باید مؤلفه رعایت حقوق بشر و رعایت دموکراسی و انتخابات آزاد با حضور موافقان و اپوزیسیون را در اولویت گفتگوها قرار بده. عرض کنم که شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته مرتضی این مدت سخنگوی ایران گفته که خیلی از تبادل زندانی صحبت شده و حالا مجبورن که بدون مذاکره هم این زندانیان رو آزاد بکنن. البته کلماتی که برسیدی مرتضی جان جابجا شده، امیدوارم منظور حرفت رو رسونده باشم. و شمنده دیگه‌ای برای ما فرشته نوشته جمهوری اسلامی تلاش میکنه با تبادل زندانی برای خودش وقت بخرد. بسیار سپاسگزارم از همه شما. یادآوری میکنم که میتونید با ما تماس بگیرید. بی بی سی شما شناسی ماست در تلگرام شنوندگان عزیز و همینطور میتونید از طریق ایمیل هم با ما تماس بگیرید. bamdadi@bbc.co.uk آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید از طریق وبسایت ما هم با ما تماس بگیرید. به صفحه رادیو برید به bbcpersian.com. مجموعه از برنامه‌های هفتگی و گزارش‌های ما رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دریافت بکنید. همینطور میتونید از طریق درگاه ساوندکلاود ما soundcloud.com/bbcpersian به مجموعه برنامه‌های روزانه هفتگی و گزارش‌ها دسترسی پیدا کنید، اونها رو دانلود کنید. از طریق تلفن همراه هم میتونید این برنامه رو هم از طریق پیام رسان تلگرام بشنوید و هم از طریق نرم افزار پادکست. کافیه که در نرم افزار پادکست تلفن خودتون دنبال بی بی سی پرشن یا به فارسی چشم انداز بامدادی بگردید. بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز با همکارم پوریا شافره.
اخبار ورزشی ما طبق روال چند روز گذشته باز هم متمرکز هستش روی اثرگیری مسابقات حرفه‌ای ورزشی و همینطور فعالیت‌های ورزشی در کشورهایی که دارن با مسئله کرونا دست و پنجه نرم می‌کنن. از انگلستان شروع بکنیم. حالا تو انگلیس بجز فوتبال که ورزش ملیه، دو تا ورزش دیگه یعنی راگبی و کریکت هم بسیار پرطرفدارن. توی حرفای دیروز دومینیک راب وزیر امور خارجه که اتفاقا در این دورانی که بوریس جانسون نمیتونست همه کارهای خودش رو به خاطر ابتلا به کرونا انجام بده، دومینیک راب خیلی شخصیت مهمی بوده در بریتانیا و حرفی که زده اینه که اثرگیری مسابقات فوتبال باعث میشه که روحیه کل کشور که الان دچار یک افسردگی شده با بحران کرونا بالا بره و حتما بعد مسابقات از سر گرفته بشن، حالا از هر طریقی که میشه. حتی بحث این شده که نیمه های یعنی دو نیمه مسابقه فوتبال کمتر از 45 دقیقه باشه. گفتن که تمامی این ایده های خلاقانه ای که در مورد برگزاری مسابقه وجود دارن رو بعد بیایم مطرح بکنیم، ولی به نظر میرسه که حالا بعد از اینکه فرانسه اعلام کرد از بین این لیگ های بزرگ برگزار نمیکنه، بقیه کشورها نمیخوان که دنبال روی اون باشن. و امروز هم همونطور که میدونید تو آلمان یک تصمیم مهم رو آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در مورد بوندسلیگا یک و دو لیگ های دست اول و دوم فوتبال این کشور خواهد گرفت که خیلی هم میتونن دنبال روی آلمان باشن. توی ایتالیا، حتی در شمال ایتالیا و در اسپانیا میبینیم که بسیاری از بازیکن‌ها برگشتن سر تمرین‌های خودشون. بحث‌های زیادی مطرحه و خود اینکه جمعیت رو چجوری بتونن از همدیگه دور نگه دارن اگه که بخوان جشن بگیرن، اینها بحثایی که داره مطرح میشه. پوریا، از احتمال از سرگیری تمرین‌های ورزشی و مسابقات در اروپا گفتید، در ایران و همسایه‌ها چه خبر؟ بله، این بحث رو بزنیم که تعمیم بدیم به ایران و تاجیکستان. همونطور که میدونید تاجیکستان با وجودی که مسابقات فوتبال ادامه داشتن، با بالا رفتن مبتلایان و آمار مرگ و میر کرونا، الان ورزش تاجیکستان هم دچار یک بحران شده و اون اتفاقی که چند ماه پیش در کشورهای مختلف افتاد، در تاجیکستان لیگ تعطیل شده، مسابقات کلا تعطیل شدند و حالا بحث این هستش که چجوری بیماری رو کنترل بکنن. اما در ایران اون چیزی که من دیدم اتفاقا بخشنامه هستش که برای اماکن ورزشی مطرح شده. اون مناطق سفیدی که هیئت دولت اومده بود در مورد کم خطر بودن کرونا نامگذاری و منطقه ها رو جدا کرده بود از هم، اجازه پیدا کردن باشگاه‌های ورزشی که یک سری از فعالیت‌ها رو انجام بدن. ولی مثلا دیدم که فوتبال هنوز جزء هیچ کدوم اینا نیست، یا اینکه با نزدیک شدن به ماه‌های گرم سال و تابستون شنا رو هم جزء اونها ندیدم. تو استان تهران که فعلا طبق بخشنامه دولت به خاطر اینکه جزء مناطق قرمز از نظر دولت ایران، همچنان هیچ باشگاه ورزشی اجازه فعالیت نداره و فدراسیون هم بسیار منفعلانه داره عمل میکنه در این روزها، در حالی که مثلا میبینیم که توی کره جنوبی، کشوری که همزمان با ایران ویروس کرونا در اون اوج گرفته بود، الان بحث این هستش که از هفته آینده مسابقه ها شروع بشن و حتی یک طرح جالبی رو هم مطرح کردن که بازی ها بدون تماشاگر باشن، ولی کن به جای اینکه سکوها خالی بمونن اونجا عکس تماشاگر رو بذارن تا یک مقدار از نظر جو شبیه به دوران قبل از کرونا باشه. اجازه می‌فرمایید که هم کرونا رو فراموش بکنیم، هم خبرهای سیاسی رو فراموش بکنیم و هم همه این بحران‌هایی که در این چند ماه گذشته هر روز و هر شب در خبرها گفتیم و شنیدیم و دیدیم، و دل بدیم به موسیقی و همراه بشیم به با همکارم شیداس به کاویانی و جدول پرفروش‌ترین ترانه‌های پاپ بریتانیا. سلام بر شیداس به کاویانی و سلام بر موسیقی. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. We'll be right back.
در طی 10 روز گذشته 2 تا از نوازنده‌های برجسته درامز و از هنرمندان تاثیرگذار موسیقی رو از دست دادیم. اولی تونی آلن، خالق ریتمی که به اون افروبیت میگن، ترکیبی از ریتم‌های آفریقای غربی با جاز و فانک، و دومی همیلتون بوهنن، درامر موسیقی فانک معروف برای ریتمی که به اون 4 to the floor میگن، زیربنای موسیقی دیسکو و هاوس. برای هر کدوم از اینا یک برنامه جداگانه احتیاج داریم، بله، چون واقعا تاثیرشون بی‌اندازه است. در آینده به سراغشون خواهیم رفت، اما این هفته جدول تکانگا. تی از سم فیشر، شماره 31. سم فیشر خواننده استرالیایی از کودکی مینواخته و میخونده. از کالج موسیقی برکلی بوستون فارغ التحصیل شده، چند تا مینی آلبوم قبلا داشته، اما وقتی آهنگ دیسیتی 18 ماه بعد از ورودش به بازار در 2020 در تیک تاک هوادار پیدا میکنه، توجه همه به آهنگ جلب میشه. این ریمیکس آهنگ بود، اصلش آکوستیکه. If you are too shy at 1975, شماره 14 است، تازه وارد. گروه پاپ راک بریتانیایی، این هفتمین آهنگ از چهارمین آلبومشونه که در راهه، به نام Notes on a Conditional Form، محبوب ترین آهنگ هوادارانشونه. آلبوم در 22 ماه مه به بازار خواهد اومد. آهنگ The Scots از Scots، شماره 11. You let in the Scots outside. We run in this house. Ain't no control in the game. They never leave. I got tats over my veins. Cause that what I bleed. She drink a lot of the bourbon. And she from the street. The Scots ترکیب شده از تراویس سکات، رپر و خواننده و تهیه کننده آمریکایی، همراه با کیت کیودی، رپر و نوازنده و بازیگر سینمای آمریکایی. هر دو از سنگین وزن‌های موسیقی هیپ هاپ آمریکا هستند. آهنگ سردشین در آمریکا و کانادا است، دوم در فرانسه، ایتالیا، ایرلند و نیوزیلند. آهنگ هودینی از KSI، شماره 6، تازه وارده.
big thing. Make me wanna boss when I beat it. Me not even care, I be a fake or a real. I just wanna get that feel that you're treating. Oh, why you wanna play the hard to get? My fourth letter getting bigger in the alphabet. My dumb figure moving silly when you come correct. But she on fleek. KSI یوتیوبر و رپر از بریتانیا. خب قبلی ها 10 دوجا کت، 9 دوالیپا، 8 جول کوری، 7 دوالیپا، از اینا هم رد میکنیم، 5 پوفو، 4 دریک، 3 سین جان، 2 ویکند. اینم سردشین. Times like these as live lounge all stars Paul Fulstein or Hanga Britannia I'm a wildlife blinding bright burning off alone yes times like these you learn to live again it's times like these we give and give again like these you learn to love again it's times like these time and time again بازخوانی آهنگ Times Like These Foo Fighters از سال 2003 توسط ستاره‌های پاپ مانند دوآ لیپا، کریس مارتین، جس گرین و باستیل و کلی دیگه برای کمک به خیریه‌های کودکان نیازمند و امداد طنز که برای امداد رسانی به نیازمندان طی بحران ویروس کرونا تلاش می‌کنند. خب رسیدیم به کوچه فری. Mambo goes on as Tito Puente to Afri Oyende. Udo Niyahdo. به این ترتیب به پایان چشمانداز بامدادی رسیدیم. به این ساعت از خبرها در بی بی سی لندن میخواستم یک بار دیگه تکرار بکنم که در تمام ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. 2044-370-412-2222 آدرس شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ماست و بامدادی bbc.co.uk هم آدرس ایمیل ما. علی همدانی هستم به طبق فرج بالفکن. روز خوبی براتون آرزو میکنم.